اما اجاستمنت فوتو فیلتر که نسبتاً کم کاربرده. بذار من یک تست دیگه بکنم. من مکس رو محیطش رو نشون میدم و اینم رندر فاینال پروژه. خب بریم سراغ فوتو فیلتر. ببینید به من اینکه فوتو فیلتر رو زدم، یک فیلتر رنگی اعمال شد بر اساس این ماسک روی عکسم. اگه من هایدش بکنم، ببینید احساس خنکی تا حدودی آدم میکنه، ولی به محض اینکه این رنگ توسط این اجاستمنت اعمال میشه کمی گرم میشه کار. ببینید مر میدارم و میذارم هاید و آن هاید. حالا من میتونم میزانش رو بیشتر بکنم، شدت این رنگ رو بیشتر کردم توی صحنه. ببینید خب حالتهای مختلفی وجود داره برای این فیلترها. اگه ما توی رندر پروژمون وایت بالانس رو درست تنظیم نکرده باشیم، صحنمون گرم یا خنک باشه، یا توی تصاویری که عکس برداری میکنیم همینطور، صرفا فقط رندرهای نرم افزارهای 3D، نه توی عکسی که از فضای مد نظرمون بوده گرفتیم، صحنه خیلی گرمه و یا خنکی، ما میتونیم بیایم توی فوتو فیلتر و با استفاده از این پریست ها به عنوان مثال کولینگ خنک بکنیم کار رو. من اینجا چند نمونش رو تون تون تست میزنم که ببینید چه تأثیری داره توی کار. نسبتاً کم کاربرد فوتو فیلتر، برای اینکه ما با اجاستمنت های قدرتمندی مثل کرو و لبل و وایت بالانس میتونیم همچین قابلیتی رو داشته باشیم به صورت دقیق تر اعمال بکنیم، نه اینکه صرفاً یک رنگ روی تمامی سطح عکس اون تأثیر رو بذاره. به عنوان مثلا ما دیگه توی هایلایت ها و شادو ها و یا طیف رنگی فقط رد ها یا گرین ها دیگه هیچ تغییر ما نمیتونیم بدیم. روی تمامی عکس انگار جلوی دوربین یک تلق گذاشتید و از اون عکس گرفتید. دقت کنید که تلق رو، وقتی شما تلقای رنگی رو جلوی چشتون میگیرید، همه جا رو مثلا قرمز میبینید یا سبز میبینید یا آبی میبینید، این هم دقیقا همونطوره. جلوی دوربین اون تلق رو میذاریم و این عکس رو دریافت کنیم. یا کالر رو به صورت دستی من میام مشخص میکنم. به عنوان مثال رنگ آبی آسمونی رو من میزنم، یه همچین چیزی رو به عنوان مثال اینجا رو داره به من نشون میده، حالت زمستون یا صبح خنک رو داره تداعی میکنه. هاید آن هاید. یا بخوام بعد از ظهر یا تابستون یا موقعیت گرم رو برای من ایجاد بکنه، میام اینجا روی حالت تقریبا نارنجی یه همچین رنگی رو میذارم، بعد از ظهر یا غروب رو اعمال کرد. خب دنسیتی که شدته، چند تا پریست آماده بودن که بر اساس کالر دستی یا فیلترهای آماده میتونید این تغییر رو اعمال بکنید. پریزرو لومیناسیتی هم که توی درس قبل گفتم باعث میشه شدت نور ثابت بمونه و فقط رنگ ها تغییر بکنه و تخریب توی عکس ایجاد نشه. پیشنهاد خود شرکت ادوبی هم اینه که این تیکش باشه، شما هم بذارید باشه. توی ویدیوی بعدی که چنل میکسره میبینمتون.